سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید امروز نهم دی است و قصد حکومت به راه انداختن یک شو تبلیغاتی است در همین حال اظهار نظرها و حملات به معترضان 88 و میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم افزایش یافته است رژیم ایران در حالی قصد دارد امروز یک نمایش اجرا کند و از پایان فتنه سخن بگوید که بیش از یک سال پس از نهم دیماه 88 مردم معترض مجددا به خیابان ها آمدند و این بار مستقیما علیه دیکتاتوری خامنه ای شعار دادند اصولگرایان تندرو و طرفداران علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه روز نه دی سالگرد تظاهرات در حمایت از حکومت و علیه معترضان در سال 1388 حملات خود را علیه میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران در حصر معترضان تشدید کردند. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور گفته است حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک اقدام تأمینی و نه قضایی محسوب می شود و حصر این افراد نباید موجب شود تا اصل ظلم این افراد به انقلاب، نظام، مردم و خط امام را نادیده بگیرند چرا که ظلم این افراد غیرقابل گذشت است. دادستان کل کشور به 17 اطلاعیه دو کاندیدای ریاست جمهوری سال 88 و آنچه که چشم بوشی آنها از قانون خانده اشاره کرد و گفت این افراد با اقدامات خود مردم را به خیابان کشیدند و با لشگرکشی ایجاد ناامنی کردند. سازوکار کار قانونی شورای نگهبان را نادیده گرفتند و پس از آن نیز رأی مراجع قانونی را باطل دانستند. پس از آنکه محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 معرفی شد تهران و برخی از شهرهای ایران برای ماها شاهد تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات بود در این اعتراضات دهها نفر از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد 1388 و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان ضمن تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نسبت به تداوم اعتراضات در خیابانها ها داد علی رزا زاکانی نماینده مجلس نیز در این خصوص گفت ابراز مداوم درخواست رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی نشان از ایجاد یک فتنه به شکل و ابعاد جدید است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز با اشاره به اینکه حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1388 قانونی و فقهی است گفته است حصر سران فتنه بر اساس وظایف پیشگیرانه قوه قضایی انجام شده است در حالی که اگر قرار بود سران فتن مجازات شوند قطعا اعدام می شدند محمد حسین رحیمیان تولیت مسجد جمکران هم در همین راستا گفت منافقین جدیدی که با ادعای خط امام قصد براندازی نظام را دارند باید به سخت ترین وجه ممکن کشته شوند. آقای رحیمیان کشتار این افراد را حکم قرآن دانسته و گفته خداوند به پیامبر اسلام مجوز چنین برخوردی با منافقین را داده است وی برخورد حد اکثری ما این افراد را نه تنها حکم قرآن بلکه روش جاری در آمریکا و انگلیس معرفی کرده و گفته این کشورها نیز با مخالفان خود چنین برخورد می کنند. غلام حداد عادل از نمایندگان اصولگرا نیز گفت خطر فتنه از بین نرفته است یعنی همان پشتیبان های خارجی و طرفداران داخلی آنها همچنان امیدوارند که همان افکار را در کشور مطرح کنند و حاکم شوند وی افسوده فتنه خط قرمز نظام است و رهبری کشور نیز فرمودند که فتنه کشور را تا لبه پرتگاه برده است و این دلیلی بر خط قرمز بودن فتنه است محمد حسین سفاره هرندی مشاور فرهنگی فرمانده سپاه نیز در همین راستا گفته محمد خاتمی پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 را پیش بینی کرده بود و به همین خاطر میر حسین موسوی را جلو انداخت سفار هرندی افسوده خاتمی از آنجا که میدانست در انتخابات سال 88 شکست خورده و شخصیت اسطوره‌ای خود را از دست می دهد از شرکت در این دوره از انتخابات فرار کرد به گفته وی خاتمی معتقد بود احمدی نژاد از آنجا که به شهرها و روستاهای دور و کوچک رسیدگی کرده در انتخابات آن سال رأی خواهد آورد سردبیر پیشین روزنامه کیهان درباره میر حسین موسوی هم اظهار کرده وی نماینده جریان اصلاحات در انتخابات سال 88 نبود و خیلی از جناح‌ها وی را قبول نداشتند. شخصیت ها و رسانه های اصولگرا در حالی به صورت هماهنگ اقدام به بیان مبانی حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کردند که میر حسین موسوی طی روزهای اخیر از برگزاری دادگاه علنی برای دفاع از خود استقبال کرده است. آقای موسوی در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی گفته است بنده آماده ام تا ضمن پاسخگویی به اتهامات حقایق مربوط به سرچشمه های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کنم وی همچنین نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از بیتقوایی و ضعف بهتان زنندگان دانسته است میر حسین موسوی و مهدی کروبی با اعلام اینکه در این انتخابات آرا مهندسی شده است خواستار ابطال نتیجه آن بودند مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن سال 1389 بدون هیچ محاکمه‌ای در حصر به سر میبرند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین کیفری و جزایی کشور به موضوع حصر اشاره‌ای نشده است. تلویزیون ایران فردا دیروز در برنامه پنجره رو به خانه پدری اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 محمد رضا علیزاده قائم مقام احمد جنتی در شورای نگهبان با پا گذاشتن روی قانون که کار اعضای شورا را در خارج از شورا منع کرده است میلیون ها تومان از مهداد بصرپاش پاش یکی از وابستگان احمدی نژاد و دوست صمیمی اسفندیار رحیم مشایی دریافت کرده است تا به عنوان وکیل چکهایی را برای او وصول کند احمدی نژاد به افراد دیگری در شورای نگهبان و وزارت کشور رشوه های کلانی داده بود تا نتایج انتخابات را به نفع او تغییر دهند. مطابق آماری که پس از پایان رأیگیری از داخل وزارت کشور به میرحسین موسوی نامزد برنده انتخابات رسیده بود، او با به دست آوردن 20 میلیون رای برتری کامل بر احمدی نژاد داشت اما بامداد با روز بعد در بزرگترین تقلب انتخاباتی در تاریخ ایران احمدی نژاد برنده اعلام شد نجات الله ابراهیمیان سخنگوی جدید شورای نگهبان درباره تایید صلاحیتها در انتخابات آتی گفت شورای نگهبان جز قانون و فرمایشات رهبری ملاک دیگری ندارد این گفته در تعارض کامل با قانون اساسی جمهوری اسلامی است که رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات را منوط به شروطی میداند که به هیچ روی نظر ولی فقیه در آن منظور نشده است وی همچنین تصریح کرد اساسا اصل براعت در فرایند احراز صلاحیت افراد و رسیدگی به آن کاربرد ندارد و موثر نیست حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد جمهوری اسلامی برای انبار کردن موشک های خود با کمبود جا مواجه شده است سلامی به طور رسمی گفته جمهوری اسلامی به حدی موشک تولید کرده که برای انبار کردن آن محدودیت فضا دارد وی تهدید کرده سپاه پاسداران با موشک هایی که در اختیار دارد میتواند هر هدفی را مورد اصابت قرار دهد این هشدار فرمانده سپاه در حالی است که پیشتر گزارش های مبنی بر خواست گروه پنج بلاوی یک از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران برای محدود شدن برنامه موشکی تهران منتشر شده بود علیرضا زاکانی نماینده مجلس ایران از ارتباط محمود احمدی نجاد با اصلاح طلبان خبر داد و گفت شواهدی نشان میدهد که احمدی نجاد قصد بازگشت به صحنه سیاست را دارد اما وی کامروایی در حوزه سیاست ندارد آقای زاکانی گفته مردم در سال 84 به احمدی نجاد اقبال کردند ولی روز به روز تفکر اصولگراییش کمتر شد و در نهایت هم مغزوب اصولگرایان شد هرچند که با استفاده از توان اصولگرایی موفق شد در صحنه سیاست قرار گیرد ولی در هیچ جا با تفکر اصولگرایی همراه نبوده است عریضا زاکانی و همفکرانش در سپاه پاسداران از حامیان اصلی احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش بودند یکی از وکلای شاکیان سعید مرتزوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی میگوید که او کارت هدیه ای به نمایندگان مجلس نداده و این کارت ها را برای خود برداشته است سعید مرتضوی 19 آذر سال گذشته در نامه به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که و پنج نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید سازمان تأمین اجتماعی را دریافت کردند علیرضا حقیقی یکی از وکلای شاکیان سعید مرتزوی در میزگردی در خبرگزاری خبر آنلاین گفت ما معتقدیم اصلا کارت هدیه‌ای به نمایندگان داده نشده و افزود چه لزومی دارد که وقتی میگویند اسامی را اعلام کن خودداری میکند بهانه ام می آورد که نمیتوانم اعلام کنم تا دیگران سوء استفاده نکنند سعید مرتزوی روز سوم آذر و پس از خروج از دادسرا گفته بود که در جلسه بازپرسی مستندات مربوط به پرداخت مبلغ حدود 200 میلیون تومان به حدود 100 نماینده مجلس را ارائه کرده اما نام نمایندگان را به دلیل اینکه علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیقات و تفحص مجلس قصد استفاده سیاسی از آن دارد ارائه نمی کند و این در این حال گفته بود که اگر دستگاه قضایی لازم دانست فهرست نمایندگان دریافت کننده این پولها را به مقامات قوه قضایی ارائه خواهد کرد. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در 13 آذر پارسال که سعید مرتزوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومن متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتزوی شکایت کرده بودند. پیمان حاج محمود عطار دیگر وکیل شاکیان آقای مرتزوی نیز در این میزه گرد وی را متهم کرد که حق و زحمه های وکلایش در پرونده های مختلف شخصی مانند پرونده کهریزک و غیره را از حساب تأمین اجتماعی پرداخت کرده است وی با اشاره پرداخت پنجاه میلیون از سوی سازمان تأمین اجتماعی به محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد گفت سازمان بازرسی کل کشور از این دو نفر در این باره شکایت کرده است. این وکیل دادگستری هدف از پرداخت هدیه توسط سازمان تأمین اجتماعی به مدیران دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را افساد فلعرز و تشکیل یک باند سازمانی یافته در جهت اهداف ناسواب دانست. به اضافه کرد یعنی دولت قبل ایشان را به این نیت آورد تا یک سری اهداف کلانی که دارند از این طریق محقق شوند به همین خاطر است که میگوید سازمان تأمین اجتماعی حیات خلوت دولت است گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی همچنین سعید مرتزوی را به دادن 100 میلیون تومان هدیه به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار سابق متهم کرده است. پیمان حاج محمود عطار همچنین گفت آقای مرتزوی به تمام خاندان و بستگان آقای شیخ الاسلامی در تأمین اجتماعی استان مازندران کار داده است. الان لیست کارمندان به کار گرفته شده در این اداره بیمه تأمین اجتماعی استان مازندران چندین شیخ الاسلامی است. و یفزود آقای مرتزوی آنقدر عرق ناسیونالیستی به شهر زادگاه خودش داشت که هرچه امکانات میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی کشوری بود به شهر تفت فرستاد مصطفی ترک همدانی دیگر وکیل شاکیان آقای مرتزوی نیز با اشاره به استخدام 500 نفر در سازمان تأمین اجتماعی گفت اگر به لیست کارمندان استخدام شده مراجعه کنید نوشته آن تعداد کارمند سهمیه فلان نماینده مجلس است سهمیه فلان مدیر کل است سهمیه هیئت مدیره است یک جور بدبستانی بوده است گزارش ها است که روز سوم آذر پس از حضور سعید مرتزوی در دادسرا برای وی به دلیل پرونده تخلفات سازمان اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده است محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران روز 23 آذر از ارسال حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتزوی، دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی به اجرای احکام خبر داده بود. پیمان حاج محمود اطار، وکیل دادگستری اول مردادما گفته بود که سعید مرتزوی ده پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد. این وکیل دادگستری پرونده شکایت عباس پالیزدار پرونده بازداشتگاه کهریزک پرونده شکایات فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده های مفتوح سعید مرتزوی عنوان کرده بود سعید مرتزوی که یکی از بازوهای سرکوب رژیم ایران است علا قتل و فسادهای فراوان مالی و اخلاقی تنها به مدت پنج سال از احراز مشاغل دولتی منفصل شد. این پنج سال انفصال از مشاغل دولتی هم در حالی صادر شد که پرونده سعید مرتزوی به مدت دو سال در شعبه نوع دیوان عالی کشور در انتظار تایید رأی بود. نیروی دریایی اندونزی اعلام کرد که تاکنون جنازه چهل سرنشین هواپیمای ناپدید شده را از آب بیرون کشیده است به گفته مسئولان عملیات نجات بعید است که کسی در این سانه هوایی زنده مانده باشد عملیات نجات همچنان ادامه دارد و به گفته کارشناسان بعید به نظر می رسد که پس از گذشت دو روز از این حادثه سرنشینی از هواپیمای ایرباس زنده مانده باشد پیشتر سخنگوی نیروی هوایی اندونزی خبر داده بود که بعد از مشاهده این قطعات چند فروند هلیکوپتر و کشتی راهی منطقه شدند هواپیمای ایرباس 320 متعلق به شرکت ایراسیا با پرواز شماره 8501 روز یک شنبه هفته دی با 162 مسافر از شهر سورابایا در اندونزی به مقصد سنگاپور پرواز کرد و بر فراز دریای جابه از صفحه رادار محو شد رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که عواست ماه آینده میلادی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز احتمالا در این دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز حضور خواهد داشت. رئیس جمهور اوکراین در عین حال گفت کیف توان بازپسگیری اراضی که در کنترل استقلال طلبان هوادار اوکراین را ندارد وی تاکید کرد مهمترین موضوع در شرایط کنونی این است که هر کاری برای پایدار کردن آتش بست شکننده و برقراری صلح کامل انجام دهیم در همین راستا قرار است عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز در ماه ژانویه با رئیس جمهور روسیه در قاهره دیدار کند رسانه های خبری روسیه اعلام کردند که مسکو و پکن دلار آمریکا را از سیستم مبادلات بازرگانی خود حذف کردند بر اساس این گزارش ها روسیه و چین با ارزهای ملی خود روبل و یوان مبادلات بازرگانی خود را انجام خواهند داد روسیه با حذف دلار از معاملات بازرگانی با چین از خطر اخراج از سیستم جهانی سویفت که آمریکا قبلا خواستار آن شده بود خود را مسون کرده است حجم مبادلات بازرگانی روسیه و چین در سالهای اخیر تا 80 میلیارد دلار افزایش یافته و سران دو کشور افزایش این شاخص تا 100 میلیارد دلار را هدف قرار دادند روابط روسیه و آمریکا در ماهای اخیر به دلیل اختلاف در مسئله اوکراین تیره شده است آمریکا میگوید که یک حمله هوایی علیه گروه شورشی اسلامگرای الشباب در سومالی انجام داده است بر اساس بیانیه وزارت دفاع آمریکا هدف این حمله یک رهبر ارشد الشباب در ناحیه ساکو بود این حمله دو روز پس از آن انجام می شود که مقام های سومالیایی اعلام کردند زکریا احمد اسماعیل یکی از رهبران ارشد الشباب خود را تسلیم کرده است وزارت خارجه آمریکا در ماه جوان 2012 سه میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که به دستگیری آقای هرسی منجر شود تعیین کرده بود سه ماه پیش نیز احمد عبدی رهبر وقت الشباب در حمله هوایی کشته شد با عدم موفقیت پارلمان یونان در انتخاب رئیس جمهوری برای این کشور یونان ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمان خواهد بود آنتونیو ساماراس نخست وزیر یونان پنجم بهمن راه ماه را زمان برگزاری انتخابات زود هنگام اون کشور اعلام کرده نظرسنجی ها حکایت از برتری حزب چپگرای سیریزا دارد که این حزب, مخ... این حزب مخالف برنامه های ریاضت اقتصادی اتحادی اروپاست به دنبال این رویداد شاخص بازار سهام این کشور ده درصد افت کرد و صندوق بین المللی پول برنامه کمک های مالی به یونان را تا برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت جدید به تعلیق درآورده است. که درخواست عبدالله اوجلان مبنی بر پرهیز از درگیری با نیروهای دولتی ترکیه را پذیرفت پیشتر اوجلان از هواداران خود خواسته بود با توجه به شرایط حساس مذاکرات صلح از تظاهرات خشونتبار علیه دولت ترکیه خودداری کنند. بهنام امینی از ترکیه گزارش می‌دهد. شاخه جوانان هوادار پکاکا که بخش عمده سازماندهی تظاهرات و فعالیت‌های خشونتبار بار رو در استان‌های کردنشین ترکیه برعهده داره و همینطور بخش نظامی پکاکا واقع در کوههای قندیل عراق اعلام کرده نوع تظاهرات خودش رو بر علیه دولت ترکیه تغییر میده. ما شاهد بودیم اکتبر گذشته در حین درگیری‌هایی که در استان‌های جنوبی و کردنشین ترکیه رخ داد، 41 نفر در نتیجه این خشونت‌ها جان باختن حالا بنابراین اعلام امید میره تا پایان مذاکرات صلح دست شکل این اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز باشه و نیروهای پکاکا پرهیز بکنن از سازماندهی عملیات خشونتبار بر علیه نیروهای دولتی از نوروز سال گذشته که مذاکرات صلح میان پکاکا و دولت ترکیه با پیام تاریخی عبدالله اوجالان آغاز شد به شکل محسوسی پکاکا از عملیات نظامی خودش در داخل ترکیه کاست بر اساس موافقتنامه مذاکرات صلح هم بخش عمده ای از نیروهای نظامی خودش رو از جنوب ترکیه خارج کرد و به کوههای قندیل واقع در شمال عراق برد اما خب نمیشه گفت که روند این خشونت ها و درگیری ها کاملا متوقف شد چرا که کم و بیش در ته یک و نیم سالی که از مذاکرات صلح میگذره ما شاهد درگیری های پراکنده میان پکاکا و نیروهای نظامی و دولتی ترکیه بودیم اونا هر از چندی به مراکز دولتی حمله کردن یا نظامیان ترکیه رو مورد هدف قرار دادن از جمله هفته پیش با جاسازی مین در مسیر عبور نیروهای نظامی هفت نفر از نظامیان ارتش رو زخمی کردن در واقع متعاقب همین تحرکات هم بود که عبدالله اوجالان رهبر زندانی کرد هفته گذشته در پیامی که به سران نظامی پکاکا واقع در قندیل عراق فرستاد اونها رو به این موضوع توجه داد که مذاکرات صلح به شرایط حساس و تاریخی رسیده بنابراین نباید با اعمال خشونت و درگیری با نیروهای دولتی ترکیه احیانا این مذاکرات رو تهدید کرد یا خللی در روند اون ایجاد کرد واقعا هم باید گفت که به همین شکل هست هر آن این مذاکرات احتمالش هست که به هر بهانه و هر دلیلی متوقف بشه و به شکست برسه چرا که هم روی دولت ترکیه و هم پکاکا فشارهای جانبی زیادی هستش بخشای از احزاب ملیگرا در ترکیه اساسا با محکوم کردن مذاکرات دولت رو متهم به باج دادن به کردها میکنه از آن سو هم در پکاکا وجود داره که مذاکرات رو در واقع بی نتیجه میدونه این هستش که به نظر میرسه هم دولت ترکیه و هم خود اوجالان این شرایط حساس رو به خوبی درک میکنن و برای همین هستش که اوجالان میخواد از هوادارانش که دست تا پایان مذاکرات خیشتنداری بکنن و از این فرصت تاریخی استفاده بکنن به این موضوع هم اشاره بکنم یه نظرسنجی هم البته در رابطه با مذاکرات صلح در ترکیه انجام شده که نشون میده در کل بالغ بر پنجاه درصد ترک تبارهای شرکت کننده در این نظرسنجی و بالغ بر 80 درصد کرد تبارها در ترکیه از مذاکرات صلح استقبال میکنن این است که شرایط از دهاز افکار عمومی به نظر میرسه آماده تر از همیشه است حالا باید دید تا چند اندازه طرفین میتونن در این رابطه به جنبندی برسن خود آقای اوجالان هشدار داده که مذاکرات باید تا پیش از تابستان 2015 و انتخابات پارلمانی ترکیه به نتیجه نهایی رسیده باشه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت را به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد. روز شنبه حسن روحانی مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرده بود بر اساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با ساختار جدید تشکیل می شود محمود احمدی نژاد با انحلال سازمان برنامه و بودجه با انحلال سازمان برنامه و بودجه نظام تنظیم بودجه و نظارت بر طرحهای توسعه اقتصادی را منحل کرد و با این کار ضربه سنگینی به نظام توسعه و تنظیم بودجه کشور وارد کرد آقای نوبخت مسئولیت سخنگویی دولت حسن روحانی را نیز بر عهده دارد بعد از چندین ماه هنوز 27 دانشگاه کشور از جمله دانشگاه تهران با سرپرست, اد... با سرپرست اداره می شوند خبر آنلاین نوشته است نه ماه بدون وزیر ماندن برای وزارتخانه که توسعه علوم تحقیقات و فناوری را بر عهده دارد مشکلاتی به بار میآورد که از جمله آن میتوان به 27 دانشگاهی اشاره کرد که بدون رئیس و با سرپرست اداره میشوند جدال محافظه کاران با تیم روحانی برای بدست گرفتن ریاست دانشگاه از عمده دلایل عدم انتخاب رؤسای دانشگاه به شمار می رود. امیر عباس سلطانی از اعضای کمیته پیگیری تخلف بابک زنجانی و نماینده مردم بروجن در مجلس ایران میگوید به زودی دادگاه بابک زنجانی برگزار خواهد شد وی گفته قوه قضاییه در حال تکمیل مراحل پایانی پرونده است و مقامات باسپرسی اعلام کردند به خاطر حساسیت پرونده و وجود مهره های شاخص در آن نیازمند زمان برای اتمام پرونده بودند گفته می شود تعدادی از متهمان پرونده در خارج از ایران سکونت دارند و یا به خارج از کشور فرار کردند با این حال آقای سلطانی گفت متاسفانه در مورد متهمان خارج از کشور این پرونده اقدام خاصی انجام نشده است بابک زنجانی پیشتر گفته بود که 64 شرکت داخلی و خارجی دارد که با 17 هزار پرسنل فعالیت می کنند رئیس سازمان بازرسی کل کشور همزمان با معاون اول حسن روحانی ادعای برداشت چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تکسیب کردند اسحاق جهانگیری همچنین گفت که ادعای نمایندگان در این خصوص موجب پیگرد قضایی است با این حال برخی نمایندگان و اصولگرای مجلس میگویند دولت مرتکب تخلف شده است رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادعای دیوان محاسبات و تعدادی از نمایندگان مجلس درباره برداشت غیرقانونی چهار میلیارد و صد میلیون دلاری دولت حسن روحانی را از صندوق توسعه ملی بی اساس دانست. هیئت دولت ایران نیز معاونت حقوقی رئیس جمهوری را موظف به طرح شکایت در مراجع قانونی درباره این ادعا کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت من به عنوان رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در آذرماه بر اساس گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد که دولت حسن روحانی در سال گذشته چهار میلیارد و 100 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به صورت غیرقانونی برداشت کرده و آن را به عنوان بودجه جاری مصرف کرده است. مسئولان دولتی ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل تحریمها پس از طی مراحل به حساب خزانه واریز شده است. با وجود این، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات و تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان بر غیرقانونی بودن این برداشت تأکید دارند. فیاض شجاعی در یک نشست خبری نامه ای از بانک مرکزی ایران را منتشر کرد که به گفته او حاکی از برداشت غیرقانونی چهار میلیارد و ۱۰ میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی است. این سند مبین برداشت مبلغ چهار میلیارد و صد میلیون و دویست هزار و دلار از حساب صندوق توسعه ملی بود وی گفت که این مبلغ پس از تبدیل به ریال عمدتا برای تأمین نیازهای بودجه و طرحهای عمرانی مصرف شده است این گفته ها در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران بار دیگر ادعاها درباره برداشت از صندوق توسعه ملی را بدون مبنا خواند و افزود که اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است به گفته مسئولین دولتی برداشت چهار میلیارد و صد میلیون دلاری بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده است ستادی که به گفته آنان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت الله علی خامنه ای برای دوران تحریم ایجاد شده تا تصمیمات ویژه بگیرد و تمام مصوبات آن به کلی سری است. دادستان دیوان محاسبات گفت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی موظف است آثار مالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مصوبات خود را طی 24 ساعت پس از تصویب برای تمامی اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کند. به گفته آقای شجاعی هر یک از اعضای این شورا می تواند خواستار لغو این مصوبات شود وی اضافه کرد اصل 176 عنوان می کند باید مصوبات به تایید رهبری برسد و اصل مصوبه و مجریان بری بوده و چنانچه هیچ عضوی تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجراست اما رافع مسئولیت ستاد تدبیر در قبال مصوبه نیست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز 26 آذر به شدت از انتشار مصوبات به کلی سری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انتقاد کرده بودند. طی هفته های گذشته مسعود میرکازمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ضمن نام بردن از شرکت نفتی نووک به عنوان شرکت طرف قرار داد با ایران جزئیات نحوه هزینه کردن این چهار و یک میلیارد دلار توسط دولت را فاش کردند و اعلام کردند که دولت در این خصوص تخلف کرده است. بعد از ماهها اختلال در کار سرویس جیمیل شرکت گوگل در چین نهایتا دسترسی کاربران چینی به این خدمات کاملا متوقف شده است خبرگزاری رویترز نوشت که انگشت اتهام به سوی برنامه فایروال, فایروال عظیم چین است پروژه‌ای که عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین صد فیلترینگ جهان را داراست رویترز می نویسد چین هر آمری را که به عنوان مخالفت یا تهدیدی علیه حزب کمونیست چین باشد در نطفه خفه می کند خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که تنها بخش کوچکی از کاربران 632 میلیون نفری چین با استفاده از امکانات مختلف قادر به دور زدن فیلترینگ هستند. سرویس های دیگر مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب نیز توسط دولت چین فیلتر شدند. منابع پلیس و ارتش عراق میگویند نیروهای ارتش همراه با شبه نظامیان توانستند بخشهای اصلی شهر الزلویه در شمال بغداد و همچنین بخشهایی از الانبار را از گروه تروریستی داعش باز پس بگیرند خلف حامد یک فرمانده پلیس الزلویه به رویترز گفته است نیروهای ارتش و شبه نظامیان, دافت... شپ نظامیان همکنون کنترل مرکز شهر که ادارات دولتی در آن قسمت واقع شده است را در اختیار گرفتند و نیروهای گروه حکومت اسلامی در محله کوچک در بخش شمالی شهر به دام افتادند به گفته کارشناسان امور عراق نیروهای مردمی و ارتش عراق طی های اخیر عملیات موفقیت آمیزی علیه تروریسم داعش داشته و مناطق زیادی را پاکسازی کردند به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار